با درودی دوباره خدمت شما هموطنان عزیز، جا داره که یک بار دیگه تبریک بگم تولد خداوند عیسی مسیح رو به تک تک شما هموطنان عزیز. مهمانان عزیزی داریم، خوشحال هستیم که دعوت ما رو پذیرفتن. ممنون فهیمه جان و رضای عزیز که از خادمین خوب کلیسای پرستانه مسیح هستن. بفهمید شما عزیزانم اگر صحبتی دارید با هموطنانمون. با هم سلام میکنم خدمت شما، همچنین تشکر میکنم ازتون که ما رو دعوت کردین و همچنین تجسم زیبای خداوندمون مسیح رو بر روی زمین تبریک میگم. آمین آمین آمین. منم عرض ادب دارم خدمت بینندگان عزیز و شما. ممنونم که ما رو دعوت کردین اینجا. خوشحالم که اینجا هستم. ممنون از و ایام خجسته باد. آمین آمین. عزیزان با قلب‌های خوبی که دارن، هر دوی عزیزان در کلیسا خداوند رو خدمت میکنن، حتما مشاهده فرمودید قسمت پرستش که بدر از ما رضا جان هستم و خدمت میکنم و همسرشون خواهرم فهیمه جان که در پشت صحنه هستن، خدا رو خدمت میکنم. فهیمه جان میخوام ببینم شما چه خاطره داری از این ایام کریسمس؟ خاطره که زیاد هستش، ولی من قشنگترین خاطره ای که هنوزم قلبم رو لمس میکنه و برام خیلی زیباتر از بقیه است، مال موقعیه که من تازه ایمان آورده بودم و اینقدر محبت مسیح رو هنوز کامل درک نکرده بودم و یه ذره بالا پایین میشد و اینا، ولی خب مال موقعهایی بود که ما تازه اینجا داشتیم پا میگرفتیم و تازه زندگیمون رو اینجا داشتیم شروع کردیم. درست. و من برای ثبت نام پسرم خیلی مشکل داشتم، اینجا ثبت نامش نمیکردن به خاطر دلایلی و رسید به زمانی که نزدیکای کریسمس بود و دیگه داشت در اصل این سال تموم شد و به سال جدید میرفت و تعطیلات کریسمس میشد و من خیلی نگران بودم. یکی از خادمین خوب کلیسا خواهر والنتین به من گفتش که تو باید دعا کنی، تو دعا نکردی. باز من توی خلوت خودم میگفتم که خب من که دعا میکنم، ولی اونجور که باید فکرشو میکردم و میسپردمش دست خدا اونجوری نبود. yes. تا اینکه یه روز با هم دیگه دعا کردیم، روز یک شنبه توی کلیسا با هم دعا کردیم و به من گفتش که تو کامل بسپار دست خدا و این خداوند ما عیسی مسیحه که جلوتر از تو میره و تو اصلا نباید بترسی، اون خودش کارا رو انجام میده. آمین آمین. و شد یک روز مونده بود به تعطیلات و ساعتی بود که اصلا امکان نداشت که مدرسه کار بکنن برای ما و ما رفتیم با یکی از دوستان رفتیم مدرسه و گفتیم که میخوایم برای ثبت نام اومدیم و میخوایم ثبت نام کنیم و کسی که قبلا من چندین بار رفته بودم پیشش و هر بار گفته بود نه اصلا شما رو ثبت نام نمی کنیم توی این مدرسه، اومد و گفتش که من نباید اصلا کارتون انجام بدم، ایشون باید کارتون انجام بدن. یه خانم دیگه اومد و دوست من برگشت گفتش که اینا اومدن اینجا توی این کشور و موندن و باید بچه‌شون مدرسه بره و فقط از من پرسید که بگم بهتون مری کریسمس یا بگم هپی هالیدی. گفتم که مری کریسمس. گفتش که خیلی خوشم اومد، یه گیفت از من داری، من امروز تا هر ساعتی که بخواین اینجا وای میستم و کارتون رو انجام میدم و اون روز کامل ثبت نامو انجام دادم. هللویا هللویا هللویا، خدا رو شکر. و این خیلی برای من هنوزم که وقتی میگم حالم خوبه. خدا رو شکر هللویا. حقیقتا مری کریسمس، حقیقتا تجسم خداوند بر روی زمین آمد. رو باید تبریک بگیم، هرچند متاسفانه در آمریکا بودن آنانی که این آگاهی و دانش رو نداشتن و نیز این ایمان رو نداشتن، سعی کردن با جملات دیگه اون رو عوض کنن بله. تبدیل کنن، اما خدا رو شکر میکنیم که خداوند مطابق فیضش قلب‌ها رو لمس میکنه به این حقیقت و این نیز محبتی که حقیقتا باعث شد تا نجات رستگاری بر روی زمین بیاد. خوشحال هستم از گواهی که شنیدیم از شما و ایمان دارم که خداوند مطابق فیضش هستش که ما رو برکت بده نسبت به همه موقعیت‌های زندگیمون. رضا جان از شما بشنویم. البته از مدت ایمان ما که میگذره تمامش گواهی و خاطره است و تمامش اثبات حضور خدا تو زندگی ما. آمین آمین. یکی از چیزهای خیلی قشنگی که برای من پیش اومد، من توی ایران نمیخوندم، هیچ وقت موقعیتش پیش نیومد که بخونم، با اینکه صدای بسیار زیبایی دارید، اختیار داریم محبت میشم، ولی توی جلساتی که داشتیم، جلسات میان هفتگیمون، و من با تمام جون و دلم میخوندم، یعنی با تمام وجودم از اعماق وجودم این صدا می اومد بیرون و لذت می بردم ازش. خدا رو شکر.
تا به پیشنهاد سمی جون به من گفتش که شما تو گروه پرستش بود. من گفتم که من اگه لایق باشم که از خدامه دیگه، چی از این بهتر جان. و این اتفاق افتاد و من همراه گروه پرستش به خوندن ادامه دادیم خودش. تا اینکه پارسال روز کریسمس، جشن کریسمس در کلیسا، این افتخار نصیب من شد که یه آهنگ سولو اجرا بکنم. بله بله. اون روز خیلی شرایط خاصی برای من بود. آخ جان. یعنی من اون روز اصلا نمیدیدم، مردمو نمیدیدم. واو. من فقط و فقط داشتم از تمام وجودم با تمام حسم خداوندمونو پرستش میکردم با همون سولوی که میخوندم. خدایش. و به من ثابت کرده، من فکر نمیکردم توانایی اون سولو رو داشته باشم. جا. اولش میترسیدم ولی ایمان دارم که همیشه با من، اون لحظه‌ام با من بود. آمین. و خود خداوند بود که اصلا این صدا از وجود من میومد بیرون، من هیچ اختیاری نداشتم. آمین. و امیدوارم که تمام بینندگان عزیز، تمام هموطنان، تمام فارسی زبانان بتونن این طعم رو بچشن. شکر. حتما باید خودشون تجربه بکنن. براو. یعنی براو. حضور خدا، اون شادی که با خودش میاره تو زندگی، تو وجود آدم، فقط با گفتار ممکنه قابل درک و فهم نباشه. حتما باید خودشون بچشن. آمین آمین آمین. حقیقتا همون گونه که بدر رضای عزیزم فرمودن، زندگی عزیزان رو من نظاره میکنم به عنوان یک کشیش، به عنوان شبان عزیزان. و دیدم از زمانی که عزیزان وارد کلیسا شدن، چند وقت از شما تشریف آورد کلیسا؟ 2 سال و 3 ماه 4 ماه. خدا رو شکر. ولی حقیقتا میتونم بگم از نظر رفتار، از نظر رشد ایمانشون، عزیزان شخصیتا اونقدر رشد کردن در مسیح که بعد از رضای سابق نیستیشون، خواهر فهیمه سابق هم نیستن و خیلی بهتر هستن و خیلی در این مسیر توانستن رشد روحانیشون رو نمایان کنن برای جلال خداوند. و هر بار که من عزیزان رو میبینم، اینا گواهی دارن پیش من، یعنی میگن بعد از این اتفاق افتاد، اینجوری شد و خداوند کمک ما کرد و اشک ما رو هم در میارن. و گواهی بسیار عزیزان دارن که به امید خدا سعی میکنیم در ایام که درش هستیم از عزیزان بشنویم. و این رو بدونید هموطنان عزیز، عیسی مسیح برای همه ما چنین گواهیایی داره، چنین برکاتی داره، مشروط بر این که حقیقتا اجازه بدیم. مطابق کتاب مکاشفه 3:20 که اعلام میکنه در پشت قلب تو ایستادم و میکوبم، اگر باز کنی در رو، خداوند نیز با تو خواهد بود. آمد. و در تمام ایام تو هموطن عزیزم رو حمایت خواهد کرد و تنها نخواهد گذاشت نسبت به هر سختی و هر مشکلی. شاعر این گونه اعلام میکنه: در این دنیا اگر غم هست صبوری کن، خدا هم هست. اگر دشمن کنارت هست مخور قصه، خدا هم هست. اگر فقر و فقیری هست منال هرگز، خدا هم هست. اگر در عشق فریبی هست چه غم، لیکن خدا هم هست. ای هموطنان عزیز، این ایام در اصل داره به ما اعلام میکنه که خدا عاشق ماست، ذات خدا محبت هستش، با محبتی ماورای آنچه که تا به امروز ما تجربه کردیم و عزیزان نیز اعلام کردن، خدا میخواد دستان شما رو در سختی ها، در مشکلات بگیره. مشروط بر این که از او درخواست یاری کنی، مشروط بر این که قلبت رو باز کنی برای عیسی مسیح و اجازه بدی مسیح با تو زندگی کنه. با تشکر و سپاس از هر دوی شما عزیزان، از خداوند میخوام که خداوند شما رو، همچنین پسرتون رو برکت بده و ایامتون رو، همچنین شما هموطنان عزیز رو. میریم و برمیگردیم، با ما باشید. تجسم خداوند بر شما خجسته باد. Thank you.
Amen.
تولد عیسی مسیح بر همه عالم مبارک باشه. امیدوارم سالی پر از نشاط، عشق، همراه با شادی روح القدس همگی شما عزیزان داشته باشید و همچنین سال نو بر همه شما عزیزان مبارک باشه. با درود مجدد خدمت هموطنان عزیز، همون گونه که آگاه هستید در ایام کریسمس هستیم و همون گونه که قول دادیم در خدمت شما و مهمان منازل شما هستیم، با عزیزانی که در طول سالها هستش که در کنار من خداوند رو خدمت کردم، به طور خاص الان که در شبکه شادی تیوی هستیم که خدا ما به ما این برکت رو داده تا بتونیم 24 ساعته در خدمت شما عزیزان باشیم. در کنارم خواهر عزیزم ماه منیر جان رو داریم که همه شما از محبت ها و خدماتش آگاه هستید. خوش آمد میگم و همچنین تولد عیسی مسیح به شما تبریک میگم. متشکرم، منم تبریک میگم خدمت شما. خیلی خوش آمد میگم بهتون. درود بر شما. درود بر شما. حال شما خوب هستی؟ متشکرم. مرسی. دست خالی نشستین شما. من کادو رو پشت آهوها گذاشتم میرم. اوکی، پس من منتظرم. درودی میخوام داشته باشم خدمت شما بینندگان عزیز، سروران گرامی و مهربانان. میخوام تولد عیسی مسیح خداوند عشق و محبت رو به تک تک شماها تبریک بگم، چون ایمان دارم شماها که قلبتون لمس شده، قلبتون سرشار از عشق، نه تنها به خداوند بلکه به تمام هم نوعانمون. فرقی نمیکنه با چه رنگی هستن، با چه مسلکی هستن. آمین. و از کجای دنیا هستن، ایمان دارم که عاشق دونه دونه اونها هستید و برای نجاتشون، برای رستگاریشون شما نیز در دعا هستید. آمین. دوستتون دارم عزیزان، و شما که هنوز نشنیدین از مسیح، شما که بار اول دارین تلویزیون رو نگاه میکنید، به شما نیز میخوام تبریک بگم، حتی اگه عیسی مسیح رو به عنوان پیغمبر قبولش دارین، بیاین اول قلبتون رو باز کنین، چشماتون رو باز کنین، بدون تعصب، بدون تعصب بخونید، ببینید و برید جستجو کنید و پیدا کنید این خدای خداوند زنده که منتظره که در قلب شما باز شه تا بتونه وارد بشه. بهتون قول میدم، بهتون قول میدم، وقتی اجازه بدین خداوند عشق و محبت به قلبتون وارد بشه، تلخی ها میره، کینه ها میره، حسادت ها میره و شادی میمونه، آرامش میمونه، سلامتی میمونه، برکت میمونه، در تمامی لحظات قوت داری، حتی اگه زندگیت بالا و پایین بشه. آمین. بهت اینو قول میدم، چون خداوند در کنارت خواهد بود. آمین. و شادی ما فقط و فقط به خاطر ایمان و اعتماد به خداوندیه که هر لحظه کنار ماست. حقیقتاً واو، باز هم درود بر شما. هاللویا. انقدر خواهر عزیزم با قدرت سخن میگه، این تجربیاتیه که خدا نصیب فرزندانش میکنه که مبادا فرزندان خدا با ضعف سخن بگن در مقابل اون حقیقتی که کشف کردم که عیسی مسیح خداوند و نجات دهنده است. از محمود جان میخوام، میدونم که بارها لطف کردن گواهیشون رو اعلام کردن، اما حتما بینندگانی داریم که هنوز گواهی شما رو نسبت به ایمانتون چه بسا نشنیدن. اگر براتون مقدور باشه دوست دارم گواهی ایمانتون رو تقدیم کنید به عزیزانی که الان بیننده این برنامه هستن. حتما عزیزان، حتما. منم یه زمانی مثل شماها ایمانم به چیز دیگه بود، ایمانم به خداوندی بود که احساس میکردم خیلی دوره. با اینکه از بچگی به کلاس‌های اسلامی میرفتم، دوره قرآن و رساله، حتی در رساله آقای شاهرودی شاگرد اول شدم، کتاب ارشاد القلوب دیلمی رو جایزه گرفتم، ولی نتونستم اون نزدیکی رو حس کنم. همیشه احساس میکردم اون دور وایساده که کوچکترین کارهای منو ایراد بگیره تا بتونه بنویسه و بارهام هی سنگین تر بشه. واسه همین نه تنها بهش نزدیک نشدم، ازش دور شدم و نتیجهش این شد که دوره جوانی به سمت برعکسش رفتم، به سمت کمونیست رفتم. به سمت به سمت اعتقادات چپی رفتم. اون موقع نزدیکای انقلاب میدونین که اون یعنی فعال سیاسی شدید در عقیده در های کمونیستی. آره، در ابتدا که علاقه مند خیلی شدید شدم و شروع کردم باهاشون در تماس بودن، با روزنامه هاشون رو میخوندم، در حال بودم تو این مراحل، ولی درست شده بودم برعکس اون چیزی که قبلا بودم. بعد دیگه اصلا گذاشتم همه چی رو کنار، رو از
ایران موقعیتی شدش که بخوام بیام بیرون، ولی دیگه خداوند تو ذهنم بود، ولی فقط خداوند بود. فقط خداوندی بود که هر وقت گیر میکردی صدا میکردی که آیا جوابتو میده آیا جوابتو نمیده، بدون اینکه اطمینان داشته باشی که آیا جواب میگیری یا نمیگیری. و من لحظات خیلی سختی رو بالا پایین شدم توی اون زندگی بدون احساس کنم، بدون اینکه احساس کنم پشتوانه محکمی دارم، درست برعکس امروز که تو هر لحظه زندگی اون شادی رو میشه تو صورت‌های ما دید. آمین. به خاطر اون اطمینانی که وجود داره. آمین. کش رسول موقعیت طوری شد که من ازدواج کردم، بعد از ازدواجم هم دوباره این مسیر رو مشکلاتی پیش اومد که مجبور شدیم بیایم بیرون و مجبور شدیم پای پیاده بیایم به سمت ترکیه، به سمت یونان که شباب میدونین شباب را میرفتیم، روزا تو کیسه های مشکی دراز میکشیدیم. 32 نفر که فقط من زن بودم که همراه با همسرم بودم، بقیه فقط مرد بودن، همسراشون رو نیورده بودن. یعنی غیر قانونی داشتید؟ بله، میخواستید برید؟ بله. بعد وقتی هم که رسیدیم به آتن کسی دیگر رو، یعنی اون کسی که ما رو راهنمایی میکرد برسونه، خودش نتونست برسه و ماها رو تونست برسونه ولی خودش گرفتار شد و دیپورت شد. و توی آتن ما 32 نفر مثل گوسفندهای بدون چیز بودیم، نگهبان بودیم. و بنابراین به اولین کسی که اومدش و گفت که من میتونم کمکت کنم و چون ما قصد رفتن به انگلیس رو داشتیم باورش کردیم. من اون زمان کلی طلا همراه بود که تو کمرم بسته بودم از ترس که تو بیابونی ما رو به خاطر پول و طلا مثلا نکشن. تمام یادگار مادر رو، مادر بزرگ و همه چیزایی که از قدیم یادگاری نگر داشته بودم و هم تو دنبال خودم میکشوندم. به این آقا ما اعتماد کردیم، همه چی رو به دستش سپردیم. یه چند روز بعدش هم اومد، البته توی یه زیرزمینی ما بودیم 32 نفر توی یه آپارتمان توی یه زیرزمین هممون. بعد از چند روز هم اومد یه تاکسی آوردش، من و همسرم رو سوار کرد برد جلو فرودگاه، گفت بری نگران نباشین امیگریشن پس میشین، چون دوست دختر من رئیس امیگریشن. ما باز هم اعتماد کردیم، با اینکه رفتیم تو افسر که توی فرودگاه بود برای نگاه کردن مثلا بلیتمون و پاسپورتمون که ما رو راهنمایی کنه برای بوردینگ، تا نگاه کرد گفت میخوام ببرمش پاسپورت اون پشت. ما انقدر اطمینان داشتیم این پسر، گفتیم حتما داره میبره پیش دوست دختر این و حتما ما رو میذاره رد شیم. در صورتی که این اتفاق نیفتاد و دستگیر شدیم، حدود 48 ساعت تو فرودگاه بودیم. دادگاه اول رو رفتیم که ما چیزی نفهمیدیم، مترجمی که میشه گفت وکیل اول ما شد، گفت یه پولی بدین 3 روز بعد آزاد میشین، که ما تماس گرفتیم با که من میگم خاله و ایشون بنده خدا اضافه تر از پولی که ایشون درخواست کرده بود فرستاد، ولی اون خانم اون پول رو گرفت و خداحافظ، یعنی ما ندیدیمش دیگه. ما رو همسرمو بردن، منو و یه خانم دیگرم یه روز بعدش بردن یه بازداشتگاه دیگه، یه بازداشتگاهی که پر بود از زنای بار و زنای کلابای استریپتیز و این چیزها، که من وقتی وارد شدم ناخودآگاه مثل کسی که شوک بشه دهنم باز شده بود، فقط جیغ یا اینطوری میکردم و پای تلفنی که دوتا تلفنی که جلوی همون ورودی بازداشتگاه بود وایستادم تا بتونم تماس بگیرم انگلیس، چون پول که دیگه نداشتیم، هیچی نبودش، همه رو برده بود، طلاها رو برده بود، فقط کالکت میکردم من تلفنو که پول اون طرف خاله پرداخت کنه. و تماس گرفتم، همونطور که با همون حالت که جیغ میزدم، خاله منو اینجا نجات بده، اینجا خیلی خونه بعداست. نمیدونست اصلا، حس نمیکردم، نمیدونم. یکی از این خانمایی که اون تو بود فرم حرف زدن منو احساس کرد آشناست، نگو یک ایرانی دیگه هم توی اون بازداشتگاه هست. رفت اون خانم رو صدا کرد، گفت شبیه تو حرف میزنه که با همسرت صحبت میکنی. بعد اون خانم اومد دلداری داد. این اولین چیز بود که بعدها من فکر کردم که خداوند تو تمام این لحظات، حتی زمانی که توی راه من از یه رودخونه خشک خیلی عمیق پرت شدم پایین و همسرم افتاد روی پشت گردن من که فکر کردم قطع نخا شدم، تمام این مدت خدا همراه من بوده، وگرنه من تو اون رودخونه باید درب و داغون می شدم یا گردنم قطع نخا می شد با اون وزن و با اون کوله و همه چی. و خداوند
اولین دلداری رو اونجا این خانم ایرانی به من دادش که بیا کنار من بشین، آرومم کرد که مثلا گریه نکن، اینجوری چرا میکنی و اینا. من اون زمان فال ورق میگرفتم که البته بعد از ایمانم توبه کردم. اون زمان دیدم دارن ورق بازی میکنن، گفتم میشه خواهش کنم ورق به هم بدین منم فال بگیرم؟ گفت مگه تو فال میگیری؟ گفتم آره. اون شب تا 5 صبح نشستم واسه همه اونایی که دوست شده بودم با این خانمی که 4 سوی بازداشتگاه بود فال گرفتم. به گوش پلیسای زندان رسید، اونا اومدن، به گوش رئیس زندان رسید. بعد از 15 روز رفتم رو میز رئیس زندان که طبقه پایین تر بود، واسه اونم فال گرفتم. و ایشون از من پرسید چرا؟ بلافاصله یکی از پلیسا گفت این خانواده است، یعنی منو به چشم اون خانمای دیگه نگاه نکنه. و من ازش خواستم که همسرم رو پیدا کنم و ایشون پیدا کرد که تو گلیفاده بود. بگذاریم 90 روز ما توی بازداشتگاه موندیم، ولی 60 روز اول من روزی 1500 تا صلوات میفرستادم اینطوری با انگشتم. هر دعایی که بلد بودم میخوندم، دعای امام سجاد میخوندم، تمام آیه های کوچیکی که حفظ بودم میخوندم، ولی هیچ جوابی نمیومدش. اما ماه دوم ما تقاضا کردیم خاله یک وکیل دیگه بگیره برام، یه وکیل دیگه باز هم به اسم ماریا، هر دوتاشون به اسم ماریا بودن هرچند کاری نکردن، ولی وکیل دوم هم کاری برای ما انجام نداد، ما همون تو مونده بودیم. یه روز دیگه 2 ماه گذشته بود، من همینطور توی بازداشتگاه نشسته بودم، سرم رو تکیه داده بودم به دیوار و از طبقه هفتم، بازداشتگاه طبقه هفتم بود، اگه کسی توی یونان باشه میتونه بدونه، یعنی مطمئناً میشناسه پلیس الکساندر رو، طبقه هفتمش بازداشتگاه است. خیابون رو نگاه میکردم، فکر کردم چرا من دارم به حسن و حسین و علی نگاه میکنم، چیز میکنم، دعا میکنم، چون سید هم بودم همیشه اینطوری، این توی ذهنم بود که باید اینطوری دعا کنم توی گرفتاریام. این کشور کشور مسیحیه، چرا من به مسیح دعا نمیکنم؟ این مثل یه فکر بچگونه بودش توی ذهن من. ولی همونطور که نشسته بودم سرمو گذاشتم رو دوشک، به خاطر اینکه تو بازداشتگاه حتی جا واسه جمع کردن دوشک ها نیست، تمام راه روها و اتاقا پر دوشکه که هم روش میشینی را میری و میخوابی. سرمو گذاشتم و زار میزدم و به عیسی مسیح میگفتم کمکم کن. و میگفتم حتی اگه منو بگی آزادی، من نمیدونم شوهرم کجا هست، اون زندان رو فقط اسمشو میدونم، اون بازداشتگاه گلیفادا رو فقط اسمشو میدونم، چون من فقط اومدم رفتم توی زیرزمین، از زیرزمین سوار تاکسی شدم رفتم فرودگاه، فرودگاه رفتم زندان. حتی نمیدونستم کجای آتم بودیم، ولی خداوند راهاش واقعا عجیبه. آمین. یعنی مثل معجزه انقدر همه چی رو مثل این پازل کنار هم میچینه که آدم نمیدونه چجوری اتفاق افتاده. و من هیچ رویایی نداشتم، من هیچ خوابی ندیدم، ولی یک خانومی توی همون بازداشتگاه بود، افغانی بود، ایشون به من گفت ماه منیر من یه رویا از تو داشتم شب گذشته، بعد از دعای من به عیسی مسیح بود، ولی الان خودش دقیقا یادم نیستش که فردا شبش بود یا همون شبش بود که ایشون خواب دید، گفت یه محیط خیلی بزرگ خیلی روشن، 3 تا مرد وسط این میدون بودن که تاجای طلایی داشتن، کمربند طلا داشتن و تو پشت سر اینا بودی و با اینا صحبت میکردی. بعد گلناز به من گفتش که ولی تو که زبون یونانی بلد نیستی، چجوری باهاشون حرف میزنی میزدی؟ ولی من که یونانی بلدم و سالها اینجا زندگی کردم. ایشون هم بنده خدا میخواستن آلمان برن، با شوهرشون گیر کرده بودن بعد چند سال زندگی تو یونان. گفت ولی من نمیفهمیدم تو چی میگی، فقط اسم همسر تو که شنیدم دویدم دامن یکیشونو گرفتم، گفتم آقا تو رو خدا واسه شوهر منم دعا کنی، شوهر من اسمش یاسره، اونم توی فرودگاه هستش همون سمت که همسر من بود. و ایشون 1 ماه بعد از من وارد زندان شده بود، در 12 روز بعد اعلام کردن گلناز آزاد. گلناز فقط بدون اینکه بشناسه دامن یکیشونو گرفته بود. من الان که میگم تمام موهای تن خودم یه جوری میشه. بعد از 1-2 هفته بعد از رفتن گلناز، یه روز من نشسته بودم، چون همیشه من بودم که زنگ میزدم به زندانی که همسرم بود، چون اون رئیس زندان که فال گرفته بودم براشون،
ایشون پیدا کرده بود همسر منو، شماره تلفن زندان رو داده بود و گفته بودش که میتونی با این شماره تماس بگیری و ایشون رو صدا کنی. حتی گفته بود اگه صدا نمیکنن به این آفیسرایی که وایساده بودن تو اتاقش که به اینا میگی زنگ بزنن، که من همین کار میکردم، گوشی تلفن از نرده ها میدادم بیرون، شماره رو میگرفتم، اونا خودشون رو معرفی میکردن، همسر منو صدا میکردن، بعد من صحبت میکردن. یعنی تا این حد مثلا با هم راه اومده بودن. از گلیفادا تماس گرفتن، گفتن که بهش بگین تماس بگیره گلیفادا. پلیس اومد و خواستش که تماس بگیرن، تماس گرفتن و همسرم گفت ما آزادیم فردا. آمین. بدون اینکه وکیل ما بدونه. اینو میگم با جرئت میگم، چون حتی وقتی آزاد شدیم توی خیابون به وکیلمون زنگ زدیم نمیدونست ما آزادیم. گفت همین روزا پروندهتون از اتاق دیپورت میاد بیرون، چون ما تو فرودگاه دستگیر شده بودیم. قانون بودش که باید دیپورت میشدیم، ولی خداوند چیکار کرده بود قبل از این که به ما حکم آزادی بدن. من گفته بودم من حتی بلد نیستم پیدا کنم همسرمو حتی اگه آزاد بشم، و فقط 4000 دراهم، چون تمام این مدتی که تو بازداشتگاه بودم فقط تا زمانی که اون خانم ایرانی با من بود فال میگرفتم، ایشون پول میگرفت از مردم، چون ما همه پولامون رفته بود، چون توی زندان دو بار نهار و شام میدادن، صبحونه نمیدادن. یک شنبه ها فقط نهار میدادن، نه صبحونه نه شام. واقع. نه هیچ کدوم، فقط نهار. و باید شامپو میخریدی، شوینده میخریدی، صبحونه قهوه چایی هر چی میخواستی، یه چرخ‌دستی میومد از اون پریپترو میخریدی. واسه همین ایشون پول میگرفت، من روم نمیشد چون هرگز از کسی پول نگرفته بودم. و ایشون بعد از اینکه آزاد شد رفت، منم دیگه روم نشد از کسی پول بگیرم. پس پسندازام که واسه همسرم هم میفرستادم که اونم بتونه خرج کنه، دیگه رو به تمام بود. روزی که گفتن آزاد، من فقط 4000 دراهم پول داشتم که اگه کسی بدونه اون زمان میتونستیم بریم فقط یک شب مسافرخونه بخوابیم بدون اینکه یک لقمه نون بخوریم. ولی خداوند چیکار کرد؟ درست قبل از اینکه به همسر من بگن ما آزادیم، یه مصری رو میگیرن میارن توی بازداشتگاه، میارن اونجا و ایشون توی اون جمعیت میره کنار همسر من میپرسه که چی شده، و همسر من با اون انگلیسی بدتر از من اون زمان توضیح میده و ایشون میگه من مدارکم کامله، مدارکمو بیارن آزاد میشم. و وقتی تو آزاد شدی به من زنگ بزن، میام تو رو میبرم پلیس الکساندر رو میشناسم، میبرم پیش همسرت، و اگه تو زودتر آزاد شدی قبل از اینکه امروز فردا مدارکم بیاد زنگ میزنم دوستم تو رو ببره. 4 بعد از ظهر مصریه آزاد میشه، همون روز 11 شب به شوهر من میگن تو آزادی. و این مرد 1.5 ساعت راه رو دوباره بر میگرده، میاد بازداشتگاه مردونه که 1.5 ساعت بیشتر با ما فاصله داشت، و همسرم رو بر میداره با خودش میبره خونهشون و لباس و این چیزا میده، و فردا صبح میاره جلو بازداشتگاه. بگذاریم که فردا صبحش میخواستن منو دیپورت کنن، با گریه زاری بابا من آزادم، میگفت نه دیپورتی، پرونده رو مینوشت. و با یک افسر اینو میگم به خاطر اینکه تو راستی وایسادن همیشه باعث میشه خداوند با همون باشه و کمکمون کنه. زمانی که اومدم و به هم گفتن تو دیپورتی، در صورتی که آزاد بودم و برگه من اشتباهی رفته بود تو زندان مردا به جای اینکه بیاد تو زندان ما، و اون افسر داشت دیپورت منو پر میکرد، به یکی از افسرهای دیگه گفتش که ببرش توی اون اتاقی که وسایل رو نگر میدارن، وسایلشو ورداره. من وقتی رفتم، چون قرار بود ما هیچی نداشته باشیم، یه کوله کوچیک فقط داشتیم، چیزای گرون توش بود اون زمان، دیدم نیست. این به افسره گفتم نیست، گفت تو هم هر چی دلت میخواد یک کدوم این ساکا رو وردار، هر چی دلت میخواد اموال اینا، اینا مال تو رو بردن، تو اموال اینا وردار بکن اون تو. من هی میگفتم نو ایز نات ماین، هی بهش میگفتم نه مال من نیست. بعد میگفت من دارم بهت میگم بردار، گفتم نه مال من نیست، من دست نمی کنم، مال من نیست. عصبانی شد که برو بیرون. ولی همین باعث شد که خداوند قلبشو لمس کنه. زمانی که برگشتیم تو اتاق و برگه های من برای دیپورت آماده شد، این مرد دلش به حال گریه های من سوخت و گفت شوهرت کجا بود؟ و وقتی گفتم گلیفادا، رفت بغل تلفن، زنگ زد به اون بازداشتگاه و پرسید، گفتن آزاد شده. و منو پرسید، گفتن ایشونم آزاده ولی برگه اشتباهی اومده اونجا. ولی ببینید اگه من هم همون کارو میکردم مطمئنن اون تأثیر نباید رو دلش میرفتش. پس راستی وایستادن همه جا درسته. و به هم گفتن تو آزادی، و وقتی که پام رسید به 6 طبقه رو دویدم تا پایین.
طبقه شیشم بودش دفتر زندان، طبقه هفتم بازداشتگاه. شیش طبقه دویدم، وقتی اومدم اون طرف خیابون همسرم رو با اون آقای مصری رو دیدم، در حد کش رسول، فقط در حد یه سلام علیک، یعنی در حد اینکه فقط بگم سلام، دیدم یکی اینطوری میزنه به پشتم. و وقتی برگشتم 90 روز ما توی زندان بودیم، 7 روز توی اون زیرزمین بودیم، 32 نفر. یکی از اون 32 نفری که ما پای بیاده با هم 97 روز پیش از ترکیه اومده بودیم و گفت اون خونه‌ای که ما بودیم، اون زیرزمینی که ما توی زندگی می‌کردیم، صاحب خونه نبود. صاحب خونه وقتی برگشت گفتش که هر کی وقتی فهمید یه زن و شوهر اومدن اینجا، پولشون همه چیزشون هم بین رفته، گفت هر کی اینا رو دید برشون گردونه، بیا من شما رو ببرم اونجا. خداوند برای ما سرپناه درست کرد، چون ما فقط 4000 درخ ما داشتیم، همونطور که گفتم هیچی نداشتیم که بخوایم جایی بریم. و جایی که من تو بازداشتگاه بودم با خونه ای که ما قبلا توی زندگی میکردیم کش از 20 دقیقه پای پیاده بود. یعنی پای پیاده از زندانی که من در اومدم رفتیم تو همون خونه ای که 90 روز قبل از توش اومدیم بیرون. واو. کتاب مقدس که برداشتم فهمیدم این تمام این برنامه ها کار عیسی مسیح بوده. آمین. بنابراین ازشون خواستم بهم کلیسا معرفی کنن که برم به عیسی مسیح بگم متشکرم. آمین. شکر. ولی بهم گفتن که با کلیسا چی کار داری؟ تو سیدی. آمین. هم شوهرم سید بود هم من. گفت تو سیدی. گفتم به عیسی مسیح یه تشکر بدهکارم. گفتن ما نمیدونیم، ولی یه زن شوهر مسیحی میان که میتونی از اونا بپرسی. 3 شب بعد یه زن شوهر مسیحی اومدن اونجا مهمون و اونا به هم گفتن دوست داری بری خدمت کنی؟ گفتم بله. و اونا هلپینگ هندز رو به معرفی کردن و فردا صبحش رفتم، گفتم اومدم کمک کنم. و از اون روز تا 16 ماه به عنوان والنتیر، به عنوان چی میشه؟ داوطلبانه توی هلپینگ هندز خدمت کردم که به عنوان والنتیر سال 2000 ما رو انتخاب کردن، ما رو به یه کروز با کشتی فرستادن و خداوند توی زندگی ما کار کرد و کار کرد و کار کرد. اینطوری من عاشق شدم و هنوزم داره کار میکنه. آمین آمین. با تشکر. هنوزم داره خدا من کار میکنه. پس میدونیم تولد عیسی مسیح در اصل هدیه بزرگ آسمانی است که خداوند به همه ما میده. شاید چه بسا که کسایی که براشون تولد میگیرن معمولا هدیه و کادو رو میدن به اون شخص، ولی عیسی مسیح تولدش اومد تا به ما کادو بده، به ما هدیه بده. امانوئل هم که یعنی در اصل خدا با ماست، هدیه ایست از طرف خدا برای ما. و بابا نوئل هم نیز در اصل سمبولی است از اینکه خداوند به توسط مسیح برای همه کادو داره. درسته بابا نایل؟ شما الان خیلی ساکت هستید من میبینم. حقیقتا همینطوره. و شما برای ما کادو آوردی. بله، کادوی اصلی رو واقعا همون انجیل عیسی مسیح که خبر خوش نجاته، که آمین. امیدواریم که این رو به دست ایرانیان عزیز برسونیم. آمین آمین. با فیض خدا. با آمین. تشکر از شما ماهمای جان، لطف کردید. آمین. که با ما بودید. عزیزان بریم و با ما باشید بازم با برنامه‌های دیگه‌ای که در ایام کریسمس هست. تجسم خداوند بر زمین بر شما مبارک باد.